سيزن 2 بارت 1 ام شو نيو سيزن ويلكم تو ام شو نوت كنترول تاتشينج اف يو واتشينج يو كان 9 بي ام لوس انجلوس اند 8:30 بي ام تهران دونت تاتشينج كنترول بليز واتشينج اند فيس واشينج Welcome to M-Show. یاسر به بطول پیداش کنید سریع پیدا کنید آقا یاسر به بطول میریم به سراغ سرخط خبرها. آیت الله مصباح یزدی نباید با گرایش های ناسیونالیستی جایگاه شهدا را بکشیم پایین؟ نه ببخشید پایین بیاوریم. آقای مصباح یزدی اولا که شما بکشیم پایین ما بکشیم هیچ فرق نمی کنه به نظر من، مهم اینه که فعلا داریم کل کشور می کشیم پایین. یک، نمبر ون، نمبر تو، عزیزم این شهدا اگر میدونستن خانواده شهدایی که این همه شهید دادن بیچاره‌ها که پولم نمیگیرن به جز 1%شون 99% که الان بدبختن، اگه میدونستن که برن جبهه شهید بشن اینجوری احکام به ما وارد میشه ورود میکنه در ملت نمیرفتن. دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر: معتادان ما چندگان سوز شدن. واقعا بعضی از اخبار که تیتر میشه اصلا انگار میسازن برای امشو، به خدا مسئولین زحمت میکشن میسازن برای این برنامه. معتادا میگه چندگان سوز شدن. عزیزم رئیس کل مواد مخدر مبارزه میکنی باهاش، فقط معتادا چندگان سوز نشدن، کارمندا زیر فشار بیپولی و فقر جامعه قوز شدن. دخل و خرج همه آدم ها به روز شدن. معتادها درسته که چنگان سوز شدن، ولی میدونی چرا این اتفاقا افتاده؟ چون مسئولین همه پف جانم یوز شدن. اصل موضوع اینه. حالا اون جانم رو برداری خیلی مطالب میزنه بیرون، اصلا فقط این جانم رو از این برنامه رو برگردون نگاه کن، جانمشو بردار. قربونت دارم. سه تن از دانشجویان رشته پزشکی اهل سنت از دانشگاه اخراج و محروم از تحصیل شدن. اهل سنت کردستان اخراج کردن. باور کن. سردار احمدی مقدم: مشکل بعضی ها با گشت ارشاد نیست، با خود ارشاده. بس میگه واقعا. یعنی یه آدم های عوضی این حسینی پیدا میشن اصلا با کل ارشاد مشکل دارن. ولی من یادمه تو این کتاب ها که خوندم ارشاد کردن مردم، خداوند توضیح بده مردم بدونن، خداوند میاد تمام افکارشو میفرسته واسه پیامبرا، پیامبرا از خواب میپرن، جبرئیل میاد. حالا شما حساب کن، جبرئیل میاد، میکائیل میاد، عزرائیل میاد، اسرافیل میاد، این همه میان، بعد از این همه نامه میگیره از پیغمبرا میفرستن برای خدا، حالا مکاتبات و خلا وحی و برو تو غار عرا و برو توی بیت المقدس و اون بیابانهای موسا و اینا رو همه انجام میشه، تازه خدا بهشون اجازه میده آقا شما میتوانید برید مردم ارشاد کنید. اینا جا خدا وحی شده بهشون 2 میلیون پاترول میزنه بیرون تو خیابونا و از این ماشینای گشت ارشاد مردم میگیره.
بعد بگیم وحی از کدوم قار به شما شده. حسینی فقط سوالش اینه کدوم قار به شما وحی کرده که گفته احمدی مقدم اقرأ؟ کی خدا به شما گفته برو ارشاد کن؟ من میگم این اقرأ رو کی به شما گفته تو اون غار؟ و آره همین قربونت برم. یک بانوی یهودی در اصفهان به خاطر نگرش های مذهبی کشته شد. برگشتیم چند هزار سال قبل، باور کنید بیچاره یهودی ها، خیلی هاشون هم ایرانی هن دیگه، کشته شد با انگیزه نگرش های مذهبی. وضعیت بهنام ایرانی کشیش مسیحی در ایران بسیار وخیم اعلام شده است. حمید مرادی، مصطفی دانشجو، رضا انتصاری از دراویش گنابادی یک ضرب از بیمارستان به زندان منتقل شدند. شما حساب کنید که همه‌شون در حال مریضی هستن و هیچ مداوایی هم انجام نمیشه. قاضیشون آقای صلواتی، اینطور که من خوندم تو سایتشون، گفته که نه اینا اصلا احتیاج به مداوا نه، مداوا برای انسان‌هایی است که به جمهوری اسلامی اعتقاد دارن. اینا چی دارن؟ آقای صلواتی واقعا اگر فامیلیت صلواتی نبود، چه فامیلیت خطرناکه دیگه، صلواتی نبود میشد بهت فشخار مد جانم واقعا دیگه کشتمه فامیلی تو حلقم فهمت که ماشالله. فرید محمدزاده، نوا حمیدی، مونا اشرفی، سه دانشجو بهایی از دانشگاه اخراج و محروم از تحصیل شده. خبر بعد، رسولی محلاتی مسئول وجوهات شرعی و خیلی شرعی که در دفتر مقام معظم رهبری کار میکنه گفتند که مقام معظم رهبری همیشه مغروز است و از محافظانش پول قرض میگیرد. این حرف مفت کی زده؟ آه رسول محلاتی. آه رسول راست میگه، رسولی محلاتی زدی. خب بله دیگه، یعنی این که پول خورداشون رو قرض میگیرن یا این حرف بده واقعا دیگه. یعنی مقام معظم رهبری میاد پول قرض میکنه؟ خدایی اگه هاشمی داره پول قرض میکنه، رهبر داره پول قرض میکنه، محمود داره پول قرض میکنه، وزرا دارن پول قرض میکنن، برای همین بانک مرکزی بی پوله، چون همه دارن پول قرض میکنن دیگه. خیلی جالب بود خبرش، خیلی قشنگ. بعد این 100 میلیون دلار ماهیانه به این حماس 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 به خودمون نمیدونیم قاطی کردیم، این از این محافظا میگیرن داده میشه؟ اینجا کسی داره دیگه؟ نه من اینجا خلوچل نیستم اینجوری میکنم، خبر خلوچل میکنه به خدا. احمدی مقدم، حجاب باید اجباری شود و همه دیگر باید حجاب داشته باشند و حجاب را رعایت کنند. آقای احمدی مقدم، کمکان چشم، حجاب کاملا دیگه رعایت میشه، شما گفتین و من هاچ کنم. ببخشید وسط برنامه امشو اکبریم بابا. آقای صدا بردار شما هستی، ببخشید ما به صدا رو میخواستیم چکاپ کنیم، من نمیم دست بزنم دست نزنم. حجاب اجباری شده، یعنی واقعا سخته، همه باید سرمون کنیم دیگه. منم یه دور روسری هم اگه داری به من بدین. باور کنید کسی هدف داشته باشه آقای احمدی مقدم، زیر چادر و بیرون چادر نداره.
بخواد بشناسه واقعا میشناسه. من الان فهمیدم این کی بود رد شد، این صدا بردار نبود. اگر تصویر آهسته رو کاهش میکنم، تصویر رو فلاش بک کنید و آهسته تصویر رو نشون بدید، میبینید که حدس من درسته. همه ملت ایران هم میدونن این کی بود رد شد، یعنی از زیر چادر ملت ایران تشخیص دادن. آیه احمدی مقدم، تصویر رو آهسته کنید خواهش میکنم. جنیفر، جنیفر لوپیز، همه میتونن تر مایکل جکسون اصلا زیر چادر معلوم میشه. اولین حمله داد مناشیم منشنهای من همه زنده یا جنتی رژیمه. این اینه موجود دو طرفه بود، از اینجا پایین جنیفر لوپز بود، بالا مثل که جنتی بود. من اینجا فهمیدم به حال دو بیتی های رباعی از حسینی. این به دو سه ساعت پیش گفتیم تقدیم شما بینندگان عزیز ارجمند، شما میتونید به هجویات دو بیتی و رباعی اینا رو قیاس کنید، هیچ فرقی نمی کنه هر چی دلتون میخواد.
یک روز به روزخوانی مشغول شدی، یک باره به پست رسیده مسئول شدی، در هر دو سمت گن زدی، باور کن فکر کردی که فاعلی، مفعول قدیمی بوده، شعر قدیمی بوده، یادم رفته دو بیتش از فرهنگ نداریم و همه بددهنیم، در ذات یزید و فرهنگ نداریم و همه بددهنیم، خانوادمونو دارم میگم به کسی برم، فرهنگ نداریم و همه بددهنیم، در ذات یزیدیم و به ظاهر حسنیم، دانی که چرا فقر و فلاکت داریم؟ زیرا که همه حسابی زیرا زنیم. من متاسفم که خبر بسیار بدی رو که میخوام بهتون بگم اینه که آقای احمدی نژاد به پایان ریاست جمهوریش داره نزدیک میشه. و تسلیت میگم به بینندگان عزیز از من دمشو و همه کسانی که این برنامه رو واقعا دارن نگاه میکنن. خدایا من خواهش میکنم، من و ملت ایران خواهش میکنیم، خدایا یه ماموتی دیگه بفرست. این ماموتی بره ما به کی بخندیم؟ چی جوری جوک دیگه تعریف کنیم؟ مردم به چی بخندن؟ جنتی هنوز زنده است؟ خب خدا رو شکر. اینو از ما نگیر اقلا. اقلا جنتی رو خدایا از ما نگیر. پیداش کنید سریع پیدا کنید آقا. یاسر به بطول، یاسر به بطول، بطول بینندگان عزیز ارجمند، میریم به سراغ فردی که تافل گرفته، سه تا تافل و انگلیسی کامل بلد هستن و برای تدریس انگلیسی دوستان عزیز میتونن، چون شاگرد میخواستن آگهی دارن تو روزنامه همشهری، میتونن برای زبان انگلیسی برن اونجا و مدرک ایشون وقتی بهتون مدرک میده، این کار تبلیغاتی نیست در اصلا، ایشون وقتی به شما مدرک داد مدرکتون رو ببرین به تافل بدون اینکه حتی چیزی هم کنه، چون معتبر هست، یه مهر میزنن و شما میتونید وارد هر کشور انگلیسی زبانی که میخواید بشید. فقط وسط حرفای ایشون ممکنه بعضی مواقع کلمات انگلیسی انقدر فونتیکش قویه بعضی احساس بونه فوشه، مثلا فکر میکنه حرفای بدیه،
ولی نه، نوع گویش زبان فونتیک زبان انگلیسی رو باید به هر حال دقت کنید و یاد بگیرید. و قسمت بعدی برنامه‌مون در اصل میشه گفتش که یک آگهی تبلیغاتیه. It is for me a great honor to be here for the second time and receive this award for my country football federation. Matches may end up with good or bad results, but such a record, such a reward proves that we are on the right track to a better future. I would like to thank all members of Iran's football community for their contribution. Thank you all. Thank you, FC. Mr. Kafashian, thank you very much for your learning and you touching and teaching for everybody and for everyone. And if you منظورتون این بود که آبات یا آلات بود یا آلات بود و و مردم اصلا فهم، یعنی ماها فهم فونتیک زبان شما رو نداریم و خیلی زیبا بود، یعنی اون من اونایی که واسه شما دستم زدن آخر برنامه تیکش پخش می خیلی جالب بود، خیلی خوب بود. فقط اگر یه ذره یواشتر حرف می‌زدین حتی میشد به زبان فرانسه هم بیان شه، این حرفایی که زدین فرانسوی هم بود به نظر من. بعضی از دشمنای احمق وجود دارن که فکر میکنن شما منظورتون قضیه بد حرف زدین. نه، حتی شما وقتی داشتین حرف میزدین من احساس کردم چینیه، بیاد دوستام گفتن نه این هندی داره حرف میزنه، یه سری گفتن نه این ژاپنیه، و بعضی هم احساس میکنن از رو آلات و ان د داره آخرش. ما فهمیدیم شما انگلیسی صحبت. خیلی لطف کردید.
بیا تو بینم صاف فیسا. باشه ببین عزیزم، دیگه واقعا دارم یک سوال بسیار ساده ازت میپرسم، دیگه این سوال واقعا از هر کسی من بپرسم میفهمه. خواهش میکنم مثل آدم جواب بده، خیلی راحت برو بیرون. باشه چشم. بگو ببینم اولین فضا نورد اسمش چیه؟ حضرت حبا بوده اولین فضا نورد. آخه بزنم تو اون دهنت، من نمیفهمم تو چرا متوجه نمیشی حوا اولین فضا نورد بوده. بله حوا از فضا اومد بهشت انداختنش بیرون اومد. عزیزم درسته که از فضا اومده، ولی فضا نورد به کسی میگن که از زمین میره فضا. ابله، نه فضا بیاد زمین. ولش کن. اولین فضا نورد ایتی ایتی بود که فضا بود. ای آقا بابا تخیلی چرا حرف میزنی؟ من عزیزم ولش کن اصلا، ولش کن آقا، ولش کن. من یک سوال دیگه میپرسم، این دیگه خیلی ساده است دیگه. بفرمایید. یک ضرور مسئله که خیلی ساده راجع به حساب و کتاب از نظر مالی و پول و ایناست. میگه مراقب پولاتون باشین و با همه خیلی معامله مشخصی انجام بدین. ضرور مسئله ساده پارسی عزیزم. ملت ایران میگه پولاتون رو ندین به حماس. من اولشو میگم بقیه‌شو بگو. اولشو بفرمایید. حساب اون که حساب پاک از محاسبه چه باکه دخل پایین خرج بالا زندگی مشکل کتاه. هندی چرا میخونی عزیزم؟ من کی گفتم شما هندی بخون؟ اون که حساب پاکه حساب 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 مشکل کتاه. اون که حساب پاکه. آقا ول کن هندی اصلا، ولش کن آقا. تو یک سوال درست هم نمیتونی جواب بدی. آقا یک سوال ساده میپرسم که از هر آدمی بپرسی دیگه میفهمه. خاک به سرش. آخرین رئیس جمهور ایران اسمش چی بود؟ هایده خدا بیامرز فکر کنم. ای خدا ای خدا، من نمیدونم چجوری بزنم تو دهنت، من نمیفهمم. عزیزم من اول اسمش میگم دیگه، این معروفه، همین الان رئیس جمهور ایرانه. اولش میگم بفرمایید. اه که اولشه، آخرش ببین چه گندی میزنه این رئیس جمهور. اه اولش پشت سر رئیس جمهور من در این حرف رو میزنی؟ آخرش بزنم تو اون دهنت. تو نباید پشت سر رئیس جمهور حرف بزنی. از وقتی رفتی خارج این حرفای چرند رو گوش میکنی. نباید به ریاست جمهوری جمهوری اسلامی جمهوری ایرانی جمهوری ما توهین کنی. ابله بری. دقت کن عزیزم، دقت کن، بزنم تو دهنت، دقت کن. این آی تی وی ما رو فاسد کرد. احمقی این رئیس جمهور، احمقیه رئیس جمهور. بزنم تو دهنت، احمق. من میگم احمق، من میگم اسم یه آدمه، اسمش احمق اولش. آخه من چجوری به تو نمیخواد عزیزم، نمیخواد. گم شو بیرون، برو بیرون. بیا تو بفهم، بعد برو بیرون. باشه. اسمش احمدی نژاده. صلوات الله بس الله علی محمد و آل احمدی. بری بیرون، بری بیرون. اعصاب من رو خراب کرده. یه ضرب المثل هم بلد نیست این بچه. شما هنوز بیداری؟ بابا بزن بخوابین دیگه، فینیش نمیشو. آقا شما چراغا رو، عزیزم چراغا رو روشن گذاشتین، مردم خوابشون نمیره. عزیزم خاموش کنید بخوابیم دیگه. دور مرکال بروس ده سپران میتونه اینجوری رد چی؟ آره؟ چرا نمیشه؟ با دندون بگیر چادر تو؟ همه میتونن مایکل جکسون اصلا زیر چادر معلوم میشه. دلا غافل از صبحانی چپاس اسیر نفس شیطانی چپاس مباد قدر تو افزون از ملاه قدر خود نمیدونی چه حوزه مگه شیر پلنگی ایده ایده ما دائم با جنگی ایده ایده مگه شیر و پلنگی ایده ایده ما دائم با جنگی ایده ایده. همه باید در از هجا هاچ خانم جونم ببخشید تو
نجره جانده اکبر جان برو عجب آدمی ها. گذر کردم به گورستان کم و بیش، به دیدم حال ثروتمند و درویش. نه درویشی در آنجا بی کفن، نه ثروتمند برد از یک کفن بیش. مگه شیر و پلنگ ایده لیده به مدائم بجنگ ایده لیده، مگه شیر و پلنگ ایده لیده به مدائم بجنگ ایده لیده. از اون روزی که ما را آفریدی به غیر من سیان چیزی ندیدی. خداوندا به حق هشت و چهارت ز ما بگذر شطور دیدی ندیدی.